السلام عليكم دوستاي عزيز دكتور سايباي محترم لكتشري نهم مرة امروز ان شاء الله شروع میکنیم ان شاء الله که در صحت کامل بوده باشید و در حفظ امان خدا جل جلاله باشید امروز سر لشمانیای تروپیکا بحث میکنیم لشمانیای مکسیکانا و لشمانیای برزیلی نسب بحث میکنیم ای هر سه لشمانیا کسه چون عامل با وجود آورده ایش و تظاهرات کلینیکیش همشان یکسان هستند از ما خاطر ما سرش در یک جلسه بحث میکنیم لشمانیای تروپیکا و می لشمانیای مکسیکانا هر دو کس باعث لشمانیای جلدی میشوند اینی لشمانیای تروپیکا و لشمانیای مکسیکانا هر دوشان باعث با وجود آوردن لشمانیای جلدی میشوند یعنی زخم های جلدی را فقط با وجود آورده میتونند بعد داخل اعشاب انتقال کردن میتونند و لشمانیای تروپیکا که هستند در جهان قدیم یافت می شود اما لشمانیای مکسیکانا فقط در امریکا یافت می شود دیگر لشمانیای برزیلی نیست که است باعث لشمانیای مخاطی جلدی می شود و وقعات آن تنها در امریکای مرکزی و جنوبی چی است دریافت می شود حال می آییم سر مشخصات عمده مرض می آییم که کدام مشخصه می داشته باشد. اینمی مشخصات عمده مرض طوری است که این مرض که است توسط سندفلای یا اونمو مگس ریگی که است ای به وجود می آید که مگس ریگی را در سلاید آینده بر تانشان بدیم یعنی عرصه اینمی ارگانیزم ها توسط ناقل به نام سندفلای که است اینها به وجود می آید. مثل که لشمانیای دونوانی توسطش به وجود می آمد و همچنان رودانت های عبله کننده های وحشی هم می تواند مخزن اصلی انتانات باشد یعنی توسط عبله کننده های وحشی یا حیوانات وحشی این مرض به وجود می آید که یعنی مخزن اصلی اینمی خود مرض اصلا حیوانات وحشی می باشد که بعض از طریق حیوانات وحشی سنفلای که وقت که حیوانات وحشی را می مکد امی خونش داخل سنفلای انتقال پیدا می کند و از طریق سنفلای باز به انسان ها منتقل می شود دیگر دوران حیات این پرازیت که است مشابه به مکملا مشابه به دوران حیات لشمانیای دونوانی است که ما در جلسه گذشته بالایش بحث کردیم اینجا شما میبینین ای چی است سنفلای است که یعنی یک تصویر از سنفلای است میتواند به این شکل باشد یعنی مثل پشه های مگس ها میباشد یعنی قسم است این تو نازک نازک میباشد باریک باریک است و بسیار خرد خرد میباشد و دیگه به بسیار دقت اگر انسان متوجه شود و را میبیند اینه به اینمی شکل مثل چی است قواری پشه را میداشته باشد شما میبینین این سنفلای است به این شکل هستن شما میبینید دیده میتوانید و اینجا ما سر چیش بحث میگنیم سر دوران حیاتش بحث میگنیم شما ببینید سنفلای است انسان را میمکد وقتی که انسان را میگذد در این صورت چون اینمی خود اینمی میبخشیم بازد مدرد چون خود اینمی مرض در داخل غدوات لعبی اینمی مگس وجود میداشته باشد بناهن از طریق گزیدنش انها چی میرود داخل خون انسان می شود در خون انسان که است اینها به شکل ترایمستیگوت ها اینها وجود می داشته باشد ترایمستیگوت ها اینها به این شکل وجود می داشته باشد فلاجیل می داشته باشد و بعد از آن اینها انقسام می کند اینمی ترایمستیگوت ها که است انقسام می کند و بالاخره تکثر می کند داخل خون می شود وقتی که داخل خون شد دوباره در خون جریان می کند وقتی که مگس دوباره انسان را می مکد اینها داخل وجود خود مگس می شود و در داخل مگس که است اینها مستگات هایش که هست و تریپ مستگات های اینها ترانسمیت می شود دوباره و اینمی تریپ اینها وقت که داخل انساج انسان وجود داشته باشد به شکل ام مستگات ها می باشد وقت که داخل دوران خون می باشد به شکل تریپ مستگات ها می باشد بنا وقت که مگس انسان را می مکد اینها خود داخل خون اینمی خود مگس می شود در اونجا باز تکثر و انقسام می کند بالاخره اینها دوباره به ایپ مستگات ها تبدیل می شود وقت که اینها تنایی چی باشد تنایی باشد یا قبل انقسام نداشته باشد اینا را ایپ مستگات ها می گن این ایپ مستگوت ها بالاخره در داخل غدوات لعابیشان اینها زندگی میکنند و در اینجا به تریپ مستگوت ها تبدیل میشود در اونجا زندگی میکنند باز انقسام میکنند و در داخل غدوات لعابی تا وقت زندگی میکنند تا وقت که اینها دوباره انسان را بمکد و دوباره اینها داخل خون شود به این شکل اینها یک سکل حیاتی خود را داخل وجود مگس یک سکل حیاتی خود را داخل وجود انسان سپری میکنند بنابراین تمام این لشمانی ها که دارای دو سکل میباشد یکی در داخل وجود انسان یکی در داخل چی می باشد داخل وجود مگس می باشد این الوقت که اینها دو این سکل با هم دیگر یک جا شود یعنی مکمل دوران حیاتشان که است یعنی نصف دوران حیاتش در داخل وجود مگس و نصفش در داخل وجود انسان سپری می شود
پاتوجنیزش و اپیدمیولوژیش کاسته در لشمانی جلدی کاسته تنها امی آفت که با وجود میاد فقط منحصر به جلد می باشد. دیگه قشای مخاطی ویار مصاب نمی سازد در لشمانی جلدی. ولی در لشمانی مخاطی جلدی باز آفت هم در قشای مخاطی به وجود میاد، هم در غضروف و هم در جلد وجود می داشته باشد. یعنی می هر سه قسمت وجود را مصاب ساخته می تواند یا تخریب کرده می تواند. وقتی که امی مگس ها انسان امی مکه در اموج یک قسمه یک عکس العمل گرانلوماتوز با وجود می آید زیست، یعنی یک قرحه نکروتیک در امون ناهی گزیده شده کسته، یعنی ناهی و خزه با وجود می آید و بیشتر کسته تمایل به منتن شدن بچی به انتان باکتریایی می داشته باشد. درست است، یعنی زمینه را برای انتانات باکتریایی مساعد می شود و می تواند که به این انتان باکتریایی معروض شد. دیگر لشمانی جلدی زمان قدیم یا اینمی لشمانی هایی چیست نقاش های مخاطی کست که برام اورینتل سور همید می شود یا دیل بایل همید می شود. مسئله لشمانی تروپیکا با وجود میاد و در نواحی شرق میانه افریقا و هند اندمیک می باشد. یعنی این نواحی زیادتر مردمش به این مرض مبتلا می باشد. دیگر لشمانی جلدی جهان جدید که است و او را باز به نام چی یاد می کند؟ به نام شکل السر یا بایسور کم هم یاد می کند و به وسیله لشمانی مکسیکانا با وجود میاد و زیادتر در نواحی امریکای مرکزی و جنوبی وقتشان بیشتر است. دیگر لشمانی مخاطی جلدی است یا اسپوندیا گفته میشه. لشمانیه مخاطی جلدی را بنام اسپوندیا یاد میکنند که باسلای لشمانیه برزیلینس به وجود میاد و اکثرا در برزیل و امریکای مرکزی اینها زیاد وجود میداشته باشند. یعنی در امون مناطقی که جنگلات بسیار زیاد وجود داشته باشه، مثلا استرالیا باشه، برازیل باشه، امریکا باشه، در اینها وقاتشان بیشتر بوده است. از اما خاطر چون وقات زیادترش در برازیل است، از اما خاطر برام برازیلی نیست هم یاد می شود. واضح‌تر در نزد کارگران که در ساختمان های جنگلی کار میکنند، در آنها را مصاب می سازد. چون این مگس زیادتر در اونجا زندگی میکنند. دیگه یافته های کلینیکیش که است، شخص وقتی که به این مریضی مبتلا باشد کدام یافته کلینیکی دارد؟ اول اینها وقتی که اینمی مرض اول به شکل یک پاپول، یک پاپول سرخ رنگ، یعنی به شکل یک اوله سرخ رنگ در جلد انسان تظاهر پیدا میکنه. در محل که مگس را وغزه کرده باشد بعد از یک دو سه روز که است یک پاپول سرخ رنگ که است به وجود میآید. این پاپول سرخ رنگ زیادتر که است اینمی مگس زیادتر آن نواحی را میگزد یا وغزه میکند که برهنه باشد، مثلا آستین هایش بالا باشد. این قسمت ها را زیادتر چی میکنه؟ در قسمت دست، روی، بینی، این نواحی را بیشتر کسته مصاب میسازد. دیگه بعد از آن کسته ای پاپول آهسته آهسته بزرگ میشود و بالاخره یک چند عدد نودول میسازد. نودول ها باز پاپول خود یک اوله میباشد، ولی نودول کسته باز به شکل غدود میباشد و غدود های سخت سخت میباشد که مثل که من فکر میکنه که چندین دانه غدوات کسته با هم دیگر آمیخته شده است و چی میباشد؟ خونده میباشد، مدقره میباشد، یعنی التهابی میباشد. دیگه کسانی که چی داشته باشد به لشمانی جلدی مصاب شده باشد یک دانه یک آفتی واحد به وجود میاد، یعنی یک دانه پاپول است ممکن است به وجود بیاد. و نزد کسانی که معافیتشان هم بلند است اینمی پاپول میتواند به صورت بنفسجی هم جور شود، ولی در نزد افراد معین اگر معافیت حجرویشان انکشاف ننموده باشد، یعنی معافیتش ضعیف باشد، در این صورت آفات لشمانی جلدی میتواند به قسمت‌های دیگر جلد هم چی کند؟ انتشار پیدا کند و میتواند که چی کند؟ مثل مرض جذام تمام وجود انسان را بگیرد. لشمانی مخاطی جلدی که است یعنی وقتی که مخاطی جلدی باشد اول یک شکلی با یک پاپول آغاز می شود و بعد از آن کسته این متاستاز می دهد، یعنی به مناطق دوردست هم انتشار پیدا می کند و حتی می تواند که مخاط را، جلد را، یعنی مثلا اگر زیادتر کسته بینی را مصاب می سازد، اینها چی می کند؟ اول در قسمت بینی یک دانه چی پاپول پیدا می شود و این پاپول کسته بالاخره چی می کند؟ می تواند که غشای جلد، غشای مخاطی بینی را و همچنان دهن را نیز می تواند
حيوانات مصاب بالصدد بينما ما گفتیم اولین با در اثر اولین بخزه کاسه یک دونه لیژن های گرلماتوز ما گفتیم یا یک نقطه تقرحی به وجود میاد که اینها چی می داشته باشن می تواند که بینی را هم تخریب کند اما عظم را سرکار ندارد عظم را تخریب کردن می تواند برای شما زیادتر دیده باشین کسایی که اینمی سالدانه یا لشمانیا در بینیش به وجود آمده باشد می غضروف شکلش تغییر داده می باشد ولی استخوانش ثابت می باشد او را تخریب کردن هم میتواند و بالاخره ای آفت که است اگر سال که تداوی هم شود ای بسرات ای سالدانه خواهد که سالش پره میشه ای را از خاطر سالدانه میگن چون وقتی که این مرض سالش پره میشد ای میتواند در نزد کسان که معافیتش خوب باشد آنها میتواند بسرات به نفسهی جور شود ولی چیش که است چابش که است بسرات دائم و همیشگی در نزد انسان موجود می باشد از مادر ای را سالدانه میگن چون یک سال همیشه اینها در بر میرد قبل از یک سال در سال که تداوی نشود بسرات خود به خودی جور شده نمیتواند وقتی که اگر به این شخصی که مرض سالدانه داشته باشد یا لشمانیا داشته باشد اگر انتان مثلا کدام باکتریای دیگه در همو زخم دخالت کند و از طریق این زخم به وجود انسان برسد در این صورت باعث مرگ انسان شده میتواند خود لشمانیا باعث مرگ انسان شده نمیتواند ولی در صورتی که انتان ثانوی مداخله کند باز باعث مرگ چی است مرگ شده میتواند اینجا ببینین شما یافته های کلینیکیش هست میبینین اینجا چی هست براتون گفتم اول این قسمت یک دانه پاپول میباشد سیز یک قسمت یک اولادک میباشد براتون اینها چی میگنن این شما میبینین به شکل دندان گرفتگی یک ساحه را به وجود میارن این قسم نودول ها چندین دانه نودول به هم دیگر یک جا میشد این قسم ناحیه را به وجود میارن اگر این تداوی نشود و تا یک سال مانده شود این کلان میکند خود کلان میکند بالاخره میتواند قسمت زیادتر از جلد مصاب شود مثلا در این تفلک شما ببینین میشه که این یک دانه پاپول اینجا وجود داشته باشه و براتون این انتشار کرده است و خود را بزرگ کرده است و این تداوی نشده از اون خاطر ای چی شده است این قسمت وسیع از جلد را مصاب ساخته است ولی اگر در صورتی که فقط یک دانه پاپول باشه مثلا اینها به یک شکل به یک رنگ پاپول اصلا در قسمت که بخزه میکنن این قسم یک رخته سرخ رنگ به وجود میارد که بعد به مرور زمان این کلان شده میرود در صورتی که ما اینمی نقطه سرخ رنگ را به زودترین فرصت تحت تداوی بگیریم و زود تشخیصش بکنیم در این صورت میتواند که فقط این داغش به همین شکل به اینمی اندازه بماند که بعد به مرور زمان این خودش جور هم شده میتواند ولی در صورتی که اگر این چابش نقدر کلان شود باز دیگه میشه که با تداوی مرض جور شود ولی داغش جور شده نمیتواند که باز ما کاسمتیک سرجن کمی داشته باشیم یا اینمی پلاستیک سرجن ها که ما داریم باز آنها میتواند که جلد نواحی سالم بگیرد در امین نواحی او را پیوند بده در این صورت امکانش هست که این شخص از امین ندبه نجات پیدا کند غیر از او تا آخر عمر این ندبات در نزد شخص موجود میباشد چگونه ما را تشخیص کرده میتوانیم این مرض را اول چی میکنیم از امو مثلا این ناحیه مصاب شده است اینی ناحیه را کوریت میکنیم یعنی میتراشیمش این ناحیه را یک قسمت زیر میتراشیم و اونمو قسمت از جلد میگیریم و از او سمیر تهیه میکنیم یعنی بالای سلاید میکروسکوپ را مندازیم بعض مواد ها بالاش مندازیم و بعد از تحت میکروسکوپ او را میبینیم میشه که در اونجا اینمی ارگانیزم به اینمی شکل به این شکل و یا به این شکل ملاحظه شود این ای شما میفهمین که این امستیکوت هست و این پریمستیکوت هست این شما میبینین به شکل پریمستیکوت هست و این امستیکوت هایش ما میتونیم به این شکل چی کنیم ملاحظه بکنیم یعنی اینی امستیکوت هست که ما این را به این شکل فلاجلدار ما تحت در سمیر جلدی ما این را مشاهده کرده میتونیم و اینمی یعنی فقط مرض را توسط تست جلدی ما میتوانیم معلوم بکنیم که اینمی تست لشمانیاز زمان مثبت میشود که یک قرحه جلدی آشکار شده باشد یعنی وقتی که تنها اینقدر چی است یک دانه وخزه باشد محل یک وخزه باشد ما نمیتوانیم اصلا اگر تنها اینقدر باشد ما از اینجا ما سمیر بگیریم ما
میتونیم امراض تشخیص بکنیم، ولی چون مریض با اینمی حالت با وقتی که اینما قدر باشد این مراجعه نمیکند، به خاطر اینکه خودش چی میکند فکر میکند که این کدام بشه گزیدهش یا چطور، تا وقتی که کلان نشود و برایش اعراض پیدا نکند و خودش مراجعه نمیکند. در این صورت این ما نمیتونیم اینمی فقط اینمی یک قسمت گرانلوماتوز ما یک تست تشخیصیه بگوییم. وقتی که این نواحی کلان میشه باز اینمی نواحی بزرگ شما میگیریم کوریت میگیریم، باز از این نواحی بزرگش ما میتوانیم به این شکل چی را با وجود بیاریم، این قسم امستگوت ها را تجرید کنیم و اینمی امستگوت ها تشخیص را واضح می سازد، خصوصا در مناطق که اندمیک است و یا خارج اندمیک است می توانیم از این تست ها استفاده کنیم و مرض را تشخیص بکنیم. بعد از اینکه ما مرض را تشخیص کردیم، دوا را چی برش تجویز می کنیم به مریض، دوایش که است سدیم استیبوگلوکنات است که بر لشمانی هایی که بیشتر خوانده بودیم در جلسه گذشته با او هم لشمانی دونوانی و حشوی بود، به این تمام انواع لشمانی ها دوای انتخابی سدیم استیبوگلوکنات است، اما در لشمانی های جلدی اکثرا نتیجه قناعت بخش نمیده. اگر در صورتی که این تداوی به صورت چی شروع شود، به صورت ابتدایی در صورتی که شروع شود، از وسیع شدن اینمی خود تکلیف جلدی یا اینمی خود لشمانیه جلدی جلوگیری میتاند کرده. بالاخره یعنی نمیمانه، مثلا در اینجا اینمی قدر شخص یعنی طفل یعنی اینمی قسمت مصاب ساخته است، شخص به ما مراجعه کرده است، ما برای استیبو گلوکونیت شروع میکنیم و اینجا به شکل زرقی برش میدهیمش، در اینجا زرقش میکنیم، هر هفته یک دانه یا هر یعنی هفته سه بار اینا برش زرق میکنیم نظر به شفت مرض است. در این صورت یا چه میکنن؟ این میتواند که از پیشرفت یا وسعت آفت جلوگیری بکنه، یا نماند که این لکه بسیار بزرگ شود، بنابراین تا یک سال این نمیار وقایع میکند یعنی از وسعتش جلوگیری میکند، بالاخره تا یک سال که پوره میشه این مرض خود به خود از بین میرود، از خاطر یعنی خود معافیت انسان او را از بین میبرد، از خاطر از وسعت آفت جلوگیری شده میتواند. بنابراین این دوا چی است؟ یک شکل چی را میداشته باشد؟ یک شکل جلوگیری کننده از وسعت چی است؟ از وسعت مرض است که به مریض داده می شود. چطور می توانیم خود از این مرض وقایه بکنیم؟ اول خود را از وخزه مگس سنفلای خود را باید چک بکنیم، محافظت بکنیم، یعنی خود را در معرض حشرات قرار ندهیم، از جالی های استفاده کنیم، در کلکین های خود پرده استفاده کنیم و لباس های محافظوی بپوشیم، در صورتی که ما بیرون می رویم بیرون خواب می کنیم و خانه ما هم در بین جنگلات است، بنان از این لباس های محافظوی باید بپوشیم و دیگه همچنان مواد دفع کننده حشره است یا حشره کش ها را باید در همه محیط های خود پاش بدهیم و از او استفاده بکنیم تا از وخزه کردن این سنفلای ما در امان بوده باشیم. تشکر از توجهتان. اگر کدام سوال داشته باشین میتونین به ما در میان بگذارین، واتساپ، تلگرام و یوتیوب چنل ما در خدمت شماست. سوالتان مطرح کرده میتونین. با امید موفقیت بیشترتان، وقتتان خوش.